chasseur, adore un troubasseur, migo taron sauze, un moralam chekasse, hoken her nagide, golhune horo chide, opelazin ke golru, dochtare shahrebane. ازاره قالی خون چکه چکه چکیده با رنگای سپیده ست تا بهار کشیده سنگر پر ستاره شعرهای تازه داره صداش صدای عشقه صدای انفجاره سبر و سیاهی از پای کوه فریاد هر کی با نور در افتاد از رو زمین بر افتاد صداش صدای شهر صدای بجاره سنگر پر ستاره شعرهای تازه داره دوباره شاه کاهی نظر به بازی دوخته مصیبت مصیبت وقتی که چکمه هاشون به زور گله میگه شاه ورق نسوخته درودی گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه از این لحظه به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم و در این برنامه مسائل روز ایران رو بررسی میکنیم و آقای سیاوش عبستانی ما را در کندکاو مسائل روز ایران یاری میدن این روزها به سال روز درگذشت پادشاه فقید ایران نزدیک میشویم پادشاهی که به هر حال سالهای سال تلاش کرد و کشور ایران را به اوج ترقی رساند و ایران را پنجمین کشور در حد پنجمین کشور جهان ساخت کشورهای جهان ساخت و مردم ایران دارای شرایط زندگی عالی و آسایش بودند که به هر حال حزب دموکرات امریکا این شرایط را نمیتونست تحمل کنه اون سکوت آرامشی که در خاورمیانه پادشاه ایجاد کرده بود خلیج فارس آرام و بی صدا که همه به راحتی کشتی ها و ده ها کشتی های بازرگانی و نفتی رو اونجا عبور میدادن و میاد به نقاط مختلف جهان اصدام میشدن این شرایط رو نمیتونست دولت امریکا و دموکرات‌های امریکا و همراه انگلیسی‌ها تحمل کنند و ایران رو دیدیم به چه روزگاری انداختن الان امروز داشتم می‌آمدم به این برنامه صحبت‌های پرزیدنت ریگن رو درباره اینکه به هر حال جیمی کارتر پادشاه ایران رو تحت اون شرایط ساقط کرد این رو بذاریم بالا ببینن بله بیارینش بالا این You criticized the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions. بله جمهوری خواهان امریکا همواره از ایران پادشاه ایران و مردم ایران حمایت میکردن و هنوزم این حمایت ها ادامه داره ولی حزب دموکرات امریکا شاهد هستیم که دستبردار
افزایش روزهای بدبختی و فلاکت و کشتار و اعدام ها اینا نظارگرن فقط و بارها اعلام کردن که از همین رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنن و میخوان با اون مذاکره کنن. سبزاباد مشتی جنایتکار و آدم کش که مردم ایران در صفحه اعدام ها گذاشتن، چه کسی میتونه در حال این مسئله رو توجیه بکنه که مذاکره با اینها منطقی و اصولیه؟ به هر حال پرزیدنت ریگان صحبت هایی که کرد، اعتراض شدید به کارتر میکرد که چرا چنین پادشاهی رو در ایران ساقط کرده و چرا مردم ایران رو اهدافشون و زندگیشون رو نادیده گرفته. بعد از این لحظه به مدت یک ساعت با شما همراهیم و در این برنامه آقای سیاوش عوستا هم عرض کردن با ما همراه هستند. این روزها به سال روز درگذشت پادشاه ایران ساز نزدیک میشیم، پادشاهی که به راستی در قلب یک ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داره. هنوزم از تلاش‌های او، از خدمات او نسبت به ایران و ایرانی همه تجلیل میکنن و این روزها که نزدیک میشیم به هر حال همه غمگین میشیم که چرا چنین پادشاهی رو از دست دادیم. روز 23 جولای به همین مناسبت سازمان سرباز مراسمی رو به یاد پادشاه فقید ایران در هتل هیلتون بودن هیچ در لس آنجلس برپا میدونه که به راستی حضور امسال بیشتر ایرانیان در این مراسم ضروریه و باید ببینیم که یاد این پادشاه رو چگونه مردم ایران همچنان تجلیل میکنن. و ما هم از سازمان سرباز همیشه سپاسگزاریم که در این روزها در حال مردم ایران رو به یاد خدمات پادشاه ایران سازمان قرار میده. بعد منطقه خاورمیانه رو پادشاه چنان آرام نگه داشته بود که دموکرات‌های امریکا گفتن اصلا این چه وضعیتیه، این کارخونه های اسلحه سازی ما دارن ورشکست میشن، انبارهای اسلحه پر شده و اینا رو چجوری به کار بگیریم، چجوری به کار بریم. اینکه توطئه کرده ما انگلیسا بها دیدیم شاه ایران رو به اون شکل از علیکه قدرت انداختن و حتی اجازه ندادن در امریکا بتونه در بیمارستانی به معالجه خودش بپردازه. این هرگز این سیاست های دموکرات ها که هنوز هم دارن از جمهوری اسلامی از قدم حمایت میکنن و مردم ایران رو نادیده میگیرن هرگز ما نمیبخشیمشون. بله، این داستانیه که این روزها دوباره داره گرم و داغ میشه که شیوه های غلط سیاست دموکرات ها در ایران که اعمال شد به فلاکت کشیدن مردم ایران نتیجه داد که این شیوه را با روی کار آوردن مشتی آخوند دجال با قبول سیاست دولت انگلیس به جریان انداختن که تا امروز ایران را اجازه نمیدن به سهولت به یک لقمه مردم ایران رو به یک لقمه نان برای سد جو دسترسی پیدا کنند. یادمون هست که به هر حال پادشاه ایران چنان منطقه خاورمیانه را ساکت نگه داشته بود که آب از آب تکون نمیخورد. خلیج فارس یک مرکز آرامش رد و عبور کشتی های جنگی و تجاری و همه چی بود، ولی امروز چنان دوباره ناآرام شده که امریکایی‌ها دستور دادن که کشتی‌های جنگی و هواپیماهای جنگی امریکا F-36 و اینا دوباره بار دیگر بر ایران و منطقه که ایران درش قرار داره در اونجا عبور کنن، در اونجا حضور داشته باشن تا بتونن آرامش رو در اون منطقه برقرار بکنن. برای اینکه امریکایی‌ها دیروز اعلام کردن که کشتی های تجاری که از خلیج فارس عبور میکنه پاره اوقات سپاه تروریستی پاسداران در جلوی اونا رو میگیره، تیراندازی میکنه به سویشون
و یا متوقفشون میکنه و اجازه نمیده که از تنگه هرمز عبور کنن، و در حالی که تنگه هرمز باید یک مرکز آرامشی باشه که همه بتونن کشتی ها از اونجا عبور بکنن. بنابراین دیدیم در خبرها که جنگنده های F-16 امریکا برای حمایت از کشتی های تجاری در خلیج فارس مستقر شده. بله، ما یک مسئله داریم که امروز در خبرها دیدم که بر اساس اعلام پنتاگون جنگنده های F-35 و ناوشکن توماس هاندر را امریکایی‌ها به منطقه اعزام کردند. ناوشکن توماس هاندر پیش از این در دریای سرخ منتقل شده بود. به گفته یک مقام دفاعی امریکا، اعزام تعدادی جنگنده به منطقه خلیج فارس در راستای تکمیل مأموریت جنگنده های A-10 که برای مقابله با فعالیت های ایران در منطقه مستقر شده. خلیج فارسی رو که تا اون حد آرام بود در دوران پادشاه، همه اینا تحمل امریکایی ها تحمل این داستان رو و آرامش رو نمی کردن. همین رو می خواستن که الان مرتب کشتی های جنگیشون اونجا باشه، هواپیماهاشون اونجا در اون منطقه مستقر بشه، عبور بکنه و نظارت بکنه بر خلیج فارس، و خلیج فارسی که تمام کشتی های جنگی حتی مال انگلیس ها اونجا رو در حال عبور کرده بودن از اونجا و از اونجا رفتن. ولی بلافاصله میبینیم که بعد از این توطئه ای حزب دموکرات امریکا علیه مردم ایران، علیه پادشاه ایران، اون منطقه نارام شده و بازگشت هواپیماها و جنگنده های امریکا در اون منطقه در تکرار میشه. بله، به گفته مقامات امریکا استقرار جت های جنگنده F-16 با هدف تقویت امنیت منطقه خلیج فارس صورت گرفته. و یک کسی نیست بپرس از اینا که شما چرا این سیستم رو در مملکت ایران برپا کردین که مردمشون گرسنه بشن، زندگی نه از دست بدن، و اون ترقی و پیشرفتی که ایران کرده بود و منطقه آرامش بود به هم بریزید که حالا بیاین هواپیماهاتون و کشتی های جنگیتون و اینا رو عمل دوباره به اون منطقه برگردونید. بله، مسئله مهم دیگه در رابطه با ایران میدونیم مسئله حجابه. این داستان در حدی داره در ایران پیشرفت میکنه که دیده محمد خاتمی هم وارد گود شده و گفته که نگران به حال سقوط تدریجی همین رژیم است که با این مزاحمت هایی که برای زنا ایجاد کردن و این بازی هایی که درست کردن، این به حال اوضاع داره به هم میخوره، چه بسا که در خود رژیم از طریق خود همین رژیم سیستم در حال به دچار سقوط بشه و دچار مشکل بشه. و خاتمی صریحا در این مورد هشدار داده به حکومت. ولی خب این رژیم کثیف ضد زن میدونین چه کرده؟ اومده گفته اگه زنانی که دستگیر میکنین به علتی که حجاب ندارن، خب اینا رو بفرستینش مرده شوری کنن، میتا رو بشورن. ببینین افکار چقدر کثیفه و این افراد آخون چقدر خبیثن که در این راستا همیشه فکر میکنن و اندیشهشون میچرخه در همین محدوده. بنابراین یک زن ایرانی رو میگن چون یه دونه لچک سرت نیست باید بریم میت بشوریم. اصلا شگفت زده میشه که این اسلام کثافت به چه حدی داره در ایران پیشرفت میکنه که دیدیم امروز محمد خاتمی هشدار داده به حکومت که از درون ممکنه این رژیم و ساقط بشه و دچار مخاطره بشه. و من وقتی شنیدم که گفتن که در حال جزای این کار که زن روسری نداشته باشه میت شوریه، واقعا منفعل شدم. یک
اصلا انسانیت در درون این اسلامی ها وجود نداره، اصلا عبور کرده. اینا اصلا به انسانیت افراد فکر میکنن، فکر میکنه زن ایرانی رو چجوری چون یه لچک نداره ببره میت بشونه، بره یه مرد شونی کنه. این البته تنها این خاتمی نیست که نگران فشارهای بیش از حد افراد پلیس به زنانه، بلکه چندین نهاد در درون رژیم هم هشدار دادن که ادامه اینجور ناراحتی ها و به هم ریختن سیستم جامعه حکومت رو دچار مشکل بکنه. بله محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در میان جمعی از مشاوران خودش با بیان اینکه به طور مکرر نسبت به خطر خودبراندازی و فروپاشی اجتماعی هشدار داده ایم گفت گویا گوش شنوایی در ایران وجود نداره. رئیس دولت به اصطلاح اصلاحات در واکنش به بازگشت گشت ارشاد به سطح شهرها گفت به نظر میرسه خطر خودبراندازی که بارها از آن سخن گفتم با بازگشت مجدد فعالیت گشت ارشاد و نیز برخوردهای پلیسهای امنیتی با زنان، خب میدونین زن ها موقعی که در یک خانواده ای دچار مشکل میکنن، دردسر براش ایجاد میکنن، اساس خانواده به هم میریزه. و چون این ادامه داره زنجیرواره و مشکل به این شکل ادامه پیدا میکنه، خب درد سراش و به خود همین حکومت برمیگرده. میگه که خاتمی متاسفانه تدبیر و عقلانیتی دیده نمیشه در این حکومت و اگر این رویه ها یه نادرست ادامه پیدا بکنه جامعه ملتهب ما رو بیش از گذشته ملتهب خواهد کرد. و این خبری که گفتن دوباره گشت ارشاد برگشته تا زنان رو دستگیر بکنه و تو که عرض کردم بفرسته به میدیت شوری، یعنی مرد شوری که شغل خود این آخونده باید باشه، خب این دچار دردسر میکنه من جامعه رو. میگه که این محمد صادقی بازیگر اتحاد میگه که بازگشت گشت ارشاد و بازداشت محمد صادقی، این هنرمندی رو که فردی رو که گرفتن، گفته که هزاران تناب دار باید در حال برقرار بکنین تا اینجور مسائل رو بتونین تحمیل کنین به جامعه ایرانی. بعدم یکی از مسائل روزی که در ایران در حال دستور رئیس قوه قضاییه اینه که برای پارچه چادر عرض دولتی بدین که زودتر این پارچه ها بیاد تا همه زنای ایران چادر سرشون بکنن. و این مشکلیه که واقعا نمیدونم سرکوب های آینده تا چه حدی بتونه این رژیم رو همچنان سرپا نگه داره. بله بریم ببینیم دوست عزیز ما آقای سیاوش عبستا چه در حال نظری داره و البته مطالب دیگری من دارم در رابطه میت شوری زنان به خاطر حجاب، رعایت نکردن حجاب، که خب فرصتی پیدا بشه درباره اش صحبت میکنیم. ولی ببینیم که دوست عزیز من آقای سیاوش عبستا چه مطالبی رو برای این برنامه تدارک دادن. درود گرم به شما. درود بر شما استاد شرفشاهی، درود دارم به کارگردان برنامه، درود دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره. امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد باشید و زمانه رو به شادی بگذارید. استاد سیروس شرفشاهی، امروز بعد پس از نیمروز شما و شب ما ساعت 11 شب گذشته، همچنان که گفتید روزی بسیار تاریخی که داره به یادروز آریامهر نزدیک میشیم در ماه جولای. بله. و به زایش نوه ایشون لیلا ایریانا پهلوی عزیزم، من یک ارمغان بسیار بزرگ
و با ارزش برای شما و بینندگان عزیز دارم. قاشقان که سر جاشون که میشینن هیچ کاغذ قلم اینا رو یادداشت کنن، برنامه رو ضبط کنن و یک ویدیوی چند دقیقه است که ما میخوایم پخش کنیم. این ویدیو رو همه رسانه اجازه دارن که مرتب پخشش کنن. چون استاد چرفشایی امشب یک حرف اول آخر سقوط اقتدار آریایی در ایران رو مطرح میکنیم تا بفهمیم و جهان بداند که هر چی به ما روز تا شب دارن میگن چرت و پرته. همه دنبال نخود سیاه ما رو دارن میفرستن 44 ساله. خود ما نیز گاهی از اوقات وارد این نخود سیاه میشیم. این برنامه امشب و این عرایض امشب و این سند ویدیویی که بنده میخوام ارائه کنم، با اینکه دفعه اولم نیست ارائه کردم این رو، ولی بسیار مهمه بفهمید مردم، بفهمید برنامه سازان رادیو تلویزیون، نویسندگان، روزنامه نگاران، قلم به دستان، بفهمید اینو بیایید بگید. اگه مردی ریشه جریان ها رو بگید. استاد چرفشایی، هفته پیش آنجا تمام کردیم که شما فرمودید هشت شعبی وارد ایران شد. من همونجا یه عرض کوتاه، وقت نبود، کردم، ولی من میخوام به شما بگم استاد چرفشایی، این هشت شعبی و بزرگتر از اون از پیش از این که نظام پادشاهی در ایران سرنگون بشه، بعثی ها و با برنامه‌ریزی صدام حسین وارد ایران شدن و الان بخش اعظم ایران دست بعث، حزب بعث عراق صدام حسین. یادتون نره، یادمون نره. این چی میاد بگه؟ چرا نمیان بگید؟ تمام گروه ها و جریان های چریکی و احزابی که ساخته شد و آدمایی مثل علی شریعتی که اومدن جامعه رو سمزده کردن، همه اینها نوکرای بیگانه بودن و به ویژه مال تا جامعه شوروی بودن. همه نیروهای مسلح چریک و پارتیزان ها و ماویست موشن مارکسیست اسلامی بودن، همه اینها نوکر صدام حسین بودن. صدام حسین به اینا داده بود. حتی همین گروه شمخانی و محسن رضایی که الان تیران هستن، المنصورون، حالا بقیه هم همه سر جای خوده. حافظ اسد در سوریه به اینها امکانات داد، لیبی قذافی، انور خوجه در آلبانی، همه اینها مارکسیست بودن. یعنی هر جنبش و حرکتی بود که الان میان اینا رو بوت میکنن، سر دست میبرن، آوت تشکیلات فلان رو ساختن، تشکیلات رو، اینا همه نوکر بیگانه بودن، برای نابودی ایران اومدن. همه شون الان اکثرا بودن. نکته دیگه این که استاد چرفشایی، ما با ایران 8 سال جنگید، چه قربانی هایی که دادیم. هدفشون نابودی ایران بود، الان هم نابودی ایران از دست یادشون نرفته، در هر فرصتی میخوان به ایران حمله کنن، ایران رو داغونش کنن. ولی ذکاوت ارتش آریایی ایران پنهان، که این پنهان تا الان دیگه اومده رو در رابطه با حجاب، اینها همیشه پس از اینکه صدام رو نابود کردن، جنگ ها رو فرستادن خارج از ایران، مرزهای ایران، و در اونجاها جنگ ها رو راه انداختن تا ایران این گربه یا شیر کوچیک کوچیک نشه. ولی تا الان که من دارم برای شما صحبت کنم، این هشت شعبی از اون اول تا الان، یعنی حزب بس، نگیم هشت شعبی، وقتی که ما میگیم بیگانه در ایران است و مخالف تازیان حاکم بر ایران هستیم، به هیچ کشور عربی کاری نداریم، به مردم عرب کار نداریم. این حزب بس عراق که نتونست با جنگ ما رو نابود کنه، الان تو ایران. استاد شرفچایی، حزب بس یک حزبی بود فراگیر، الاشتراکی سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی. هر آدمی که توی عراق زندگی میکرد وظیفه داشت عضو حزب بعث باشه. از کودکی اینا آموزش میدیدن. اینا دینی نبودن، شیعه و سنی نداره، اینا همشون صدامی و مارکسیست بودن. خب اینا هم اومدن توی ایران. یکی از نمونهای برترشو که من امشب به شما میگم، یک کسیست به نام، همه ماها رو خوب میشناسیم، نقدی. این فرمانده محمد رضا نقدی فرمانده بسیجه اون ارتش و لشکر بدر را آفرید، که همه لشکر بدر، همه اینها عراقی های ایران بودن. این استاد شرفچایی، همین نمونه رو شما بگیرید تا آخر خط بدید. محمد رضا نقدی که الان هم فرمانده است، الان هم در ایران هست، الان هم اقتدار داره، الان هم یکی از کسایی است که میگه باید بزنیم اونایی که روسری ندارن،
این باور روزای نخست انقلاب سیاه بازداشت کردن، زندانی کردن، مدتی در زندان بود، محکوم به اعدام شد. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه گفتن این جاسوس حزب بعثه. جاسوس حزب بعث رو بعد از زندان در آوردن. الان اقتداری که در ایران هیچ کدوم از ارتشیای ما نداره. از همه جا مهمتر پدر خود علی خامنه ای، آقا جواد آقا زاده نجفه، هاشمی شاهرودی، سالها قوه قضایی مملکت دستش بود، پستای حساسی بعدش داشت تا بیجازی که ببیره، و استاد مشتبه خامنه ای دست خیلی بودن خامنه خودش شاگرده، نه مشتبه شاگرد اینه و غیره. این بابا نه تنها عراقی بود استاد شرفشاهی، این رهبر حزب الدعوه الاسلامی العراقی بود، یعنی بخشی از جامعه بعثی عراق زیر رهبری بود. تو ایران مأمن داشتن، الان سفیرها اینا اکثرشون عراقی هن. آقای حسن دانایفر سفیر عراقیه. استاد شرفشاهی، علاءالدین بروجردی همه تون میشناسین، همه گفتین رئیس کمیته و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بود، سالها در وزارت خارجه نقش مهم میداشت، اکثر اینا تو وزارت خارجه بودن، تو ارتش بودن. علاءالدین بروجردی عراقیه. از همه مهمتر استاد شرفشاهی، این محمد کاظم آل اسحاق رو تاجیکی فرستادن سفیر، اینا همه عراقی هن. عراقی ها در ایران در حاکمیت هستند و بودن و این هشت شعبی برگ آخرشه. نکته مهم دیگه استاد شرفشاهی، در سپاه و بسیج و جنگ، حتی خود اینا اخیرا افشا کردن، و در کنار قاسم سلیمانی از فرماندهان ارتش بعثی بودن افرادی که سالها با ایران جنگیده بودن، اینا آمده بودن تو ایران و تو سپاه و اینا جا داشتن. یکی از اینا غیر از اون المهدی، غیر از المهدی یکی دیگه با همون جریان المهدی و قاسم سلیمانی کشته شد حتی. یعنی ایران مستعمره است، دارم چه بدبخته ای. حالا اینا رو شما بذارید کنار، استاد شرفشاهی اینا زگر، الان همه اینا در رابطه با آمریکا و فلان فوش خار مادر میدن با آمریکا و از اون با روسا و چینا اینا صاحب. امشب من به شما ثابت میکنم یک بار دیگر که رژیم جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا الان که اینا خودشون آماده کردن بودن، اصلا با دنیاست و خصوصا با آمریکا، یکی از ارگانهای بزرگ قدرت در جهان تشکیلات گورج سایروس هست، جورج سوروس. جورج سوروس 140 تا کشور رو حکومت میکنه، الان پسر خودش جای خودش گذاشته، الکساندر سوروس. هفته پیش آقای شرفشاهی، هفته پیش تو آلبانی همه اینا رفتن جلو جوان 30 ساله جورج سوروس تا کمر خم شدن، از بیل کلینتون گرفته تا رئیس جمهور خود همون خود وزیر خود آلبانی و کشورهای دیگه. هیچ اسم نشنید و نفهمید و خبرش نبود. حالا جورج سوروس امشب ثابت میکنم براتون که به گفته خود نظام جمهوری اسلامی، همچنان که گفتم وزارت خارجه همیشه دست آمریکایی‌ها بوده و عراقی‌ها و اینا، خودش یارو بابا میگه آقا از سالها پیش که حتی قبلی که خاتمی رئیس جمهور بشه، جورج سوروس تو ایران بوده، تو ایران کار میکرده و رئیس بخش خاورمیانه‌اش آقای شرفشاهی، این خیلی مهمه، رئیس بخش خاورمیانه جورج سوروس یک نفری بوده که زمان محمد رضا شاه با بورس شاه میره آمریکا دانشجو، وقتی محمد رضا شاه در لحظات پایان دوران زندگیش از کنجا خارجش میکنن اینا، این پدر سوخته بلنگو دستش میگیره جلو بیمارستان، خواهان کشته شدن و اعدام محمد رضا شاه میشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اینا بوده، الان هم داره میچره، هنوز هر روز داره صحبت میکنه. این جواد خودش میگه، الان خودشو میشنوید، خودش میگه که ایشون گزارش های خاورمیانه تشکیلات جورج سوروس رو در نیویورک وقتی سفیر بوده در سازمان ملل میرفتن میدادن و بعدم میاد تو ایران باز تمام زیر نظر اینه. خودی داره میگه، شما میبینید خواهید دید افرادی مثل همین خاتمی، اگه من خیلی چیزی مهمتر دارم، خبر دارم از اون قدیم، ما اون سالها با میبودی که مصاحبه میکردیم سال 95-96 یک مسرار موارد میگفتیم که موجود هم هست، ولی کوکوش شنوا، من همون موقع اینا رو گفتم. حالا استاد شرفشاهی، این آقای ظریف که خودش ادعا میکنه که گزارش های خاورمیانه تشکیلات سوروس رو
ایشون امضا میکرده و بعد آقای کیان که خودش رو رئیس بخش این تشکیلات در ایران میدونست و خود رژیم هم میدونست، اینم خودش این اعترافات رو میکنه. من از شما خواهش میکنم با دقت مردم، مهربان یاران، با دقت این ویدیویی که پخش میشه بشینید گوش کنید، چای نخورید، از اتاقتون بیرون نرید، نوت بردارید، خوب گوش کنید تا بفهمید کجای کاریم و شما کجایید. میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم. و این گزارش هم کردم، ببینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با در با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیان به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست، تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاجبخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش‌هاشو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده، حتی پیش از این که ایشون فیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی ریتر که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بنده یحیی کیان تاجبخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاجبخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376، سال تحولات کلیدی در ایران، تاجبخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس. این فرد آنتونی ریتر مدیر بخش خاورمیانه این بنیاد بود. او طرح پژوهشی را ارائه کرد که موضوعش پتانسیل‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بود. ریتر از او خواست برای عملی کردن این طرح به ایران برود. تاجبخش به ایران آمد. در وزارت کشور با مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور آشنا شد و همچنین با یکی از اطلاعاتی‌های کهنه‌کار کشور سعید حجاریان. موضوع گفتگو با این دو نفر نحوه تحقق جامعه مدنی در ایران بود. با همکاری چهره‌های مختلف سیاسی و دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید. ورود مدیر ارشد بنیاد سوروس به ایران در 1382 به دعوت رسمی وزارت امور خارجه که ورود آقای ریتر به ایران باعث شد که ایشون فرصت پیدا کنه که با چهره های دولتی و غیر دولتی ملاقات کرده و با پیشنهادهای پروژه های مختلف
کار عملی در ایران شروع شه. حاشیه امن برای فعالیت‌های این فعالیت‌ها و همکاری‌ها بین عناصر داخل کشور و بیرون کشور ایجاد شد که این منجر به عدم حساسیت نظام نسبت به اهداف درازمدت این برنامه‌ها شد. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. به گفته تاج بخش، محمد اطریانفر از نخستین افراد اصلاح طلب بود که با بنیاد سروس رابطه برقرار کرد. اگر ما یکی از اولین نمونه های این برگزاری ارتباط سفر آقای اطریانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 ببینیم، می توانیم نهایتاً به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی با آقای سروس در نیویورک در حدود 1385 ما ببینیم. جناب آقای محمد جواد ظریف که مسئولیت این جریان رو به عهده دارد، در زمانی که در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست، های بنیاد جورج سروس رو به داخل ایران ایشون باز می‌کند. نامه می نویسد به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی و دو نفر رو معرفی می کند که اینها متخصصین امور بهداشت و پزشکی هستند، برای همکاری با دولت اصلاحات میخوان به ایران بیان. این بوده اول بنیاد جورج سروس با این نامه است که جناب آقای ظریف به دولت وقت مینویسند که فردی که این تیم نیویورکی ها رو به طور کلی مدیریت میکرده و مسئول میز ایران در بنیاد جورج سروس هست. خانه تاج بخش میگفته ما 6 ماه یک بار میرفتیم به نیویورک، به دفتر ظریف می رفتیم، گزارش پیشرفت خودمان رو در ایران برای برنامه های این بنیاد به ایشان می دادیم. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران استاد شرفشاهی، مسلمان ها معمولا 17 رکعت در روز نماز بخونن و غیره. من میخوام بگم ایرانی، اگر ایرانی است، اگر تازی نیست، اگر بعثی نیست، یادتون رو روشن کرده میشه، بعد میگیم تازی منظورم بعثی هایی هستن که در ایران دارن حکومت میکنن، نیست، بایستی این 7 دقیقه ویدیو رو روز 17 بار گوش کنن، حتی برنامه سازان، حتی اونایی که فکر مردم دستشونه، بعد بر محور این برید جلو. آقا خودش داره کیان تاج بخش میگه، آقای شرفشاهی میگه از سال 1976 این میره برای اونا کار میکنه. سال 1976 چه روزی است؟ اینو من ارمغان کردم به روان پرفتوه محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگم نازنینا. 1976 روزی است که شاه میگه ما دیگه نفتمون رو مفت و مجانی به انگلیس نمیدیم، اینا اگه بخواهن نفت ما رو بخرن باید بیان تو صف وایسن مثل بقیه. از همونجاست که پل اردمن نیست که از رفقای جورج سروس هست، بانکی از همون موقع میاد کتاب سقوط 57 رو مینویسه، دقیقا سال 57 که شاه رو ساقط میکنن، سقوط 57 پل اردمن مینیزه و اونجا از نقش عربستان سعودی به عنوان کسی که پول این کار باید بذاره و مارکسیستا و کسای دیگه و ملی پلی ها و اینا میگه و دقیقا عملی میشه. نکته بسیار مهم دیگه، ایشون خودش داره میگه رئیس سروس در ایران میگه دیدار خاتمی با سروس، بعد خیلی جالبه یک مشت الدنگ شلغم
که یارو حتی یکیشون معاون رئیس جمهورشون بوده و اینا، اینا اومدن سرسرهای اخیر است چرچیو برای اینا ماسمالی کنم، گفتم نه این دیدار سروس اینا رو ما جعلی در آوردیم. من همون سال گفتم، همون سال. نکته بسیار مهم دیگه این که استاد شرفشاهی عزیزم، تا الان اینا در ایران دارن حکومت میکنن و این آتشخاله کشمون این بازیچه است، بازیچن اینا، عروسکن، دارن قدرتشون رو پیش میبرن در هر زمینه ای و همه ما رو خواب کردن، در خواب داریم به سر میبریم. و الان شما دیدید استاد شرفشاهی یه دختر ایرانی رو به خاطر چهار لاخموش یک بعثیه پدر سوخته‌ای که دوربین دستشه یا نمیدونم چه دستشه، این یایی لچک به سرها، همین رو بعثیت همین همونه این که جنگیدن. الان یه فیلمی هست حتما دست های شهرتی رسیده خواهید دید، آقا بچه های جانبازان رفتن اینا که با صدام جنگیدن رفتن حق و حقوقشون بگن، اینا رو زدن لط و پار کردن. دیدم شما تو روزنامه هم نوشته بوده آقای شرفشاهی، آقا بچه‌ای که جنگیدن رو خود این بعثی را بعثیت دیگه میذارن میکشن. حالا همین هم من به شما بگم، بچه های ما دو تا لاخ موشون میاد بیرون اینا رو میزنن میکشن عزیزان منو. ولی شما ببینید، من البته نمیخوام کسی رو بگیرم، من مخالف زندان هستم، هر کسی زندان شخصی نداره، ولی میخوام بدونم این مردم روشن بشن. ولی این یارو مصطفی تاجزاده، او تاجبخش بودی تاجزاده اسمار خود که گفت که از کی با سروس داره کار میکنه، این با عنوان و افتخار میمیسه سید مصطفی تاجزاده میاد سخنرانی میکنه، حرف میزنه، از تو زندان اطلاعیه میده، فلان میده، هیچ کس بهش کاری نداره. خامنه ای رو میزنه، اون رو میزنه، و دختر میهن من لاخ موش در میاد میکشنشون این پدر سوخت ها. یعنی ببینید این حکومت، من اینو میگم به سران ارتش، به کسانی که سلاح دستشونه، که بابا از خواب بیدار شید، از خواب بیدار شید. بیگانه در ایران است، معینی کرمانشاهی سرود این رو و داروش هم خوند، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است. پاشید عزیزان من، اونایی که قدرت دارن پاشن از بچه ها دفاع کنم. بله بله، این رابطه جمهوری اسلامی و عربستان میدونید تقریبا یه مقداری عادی شده، یه مقداری با هم دیگه در حال مطالبی رو رد و بدل کردن اینا، ولی این شکننده است، ممکنه در اثر یک حادثه یه چیزی این دوباره اوضاع یه جوری دیگه بشه. یه فردی از به نام علی اکبر رائفی پور، اسمش شما نمیدونم شنیدین یا نه، این یه آدمی بود که سالها مثل سید علی خامنه‌ای به عربستان سعودی دشنام میداد، به پادشاه و ولیعهدشون دشنام میداد، و این بعد از مدتی که اعلام شد که اینا رابطهشون حسنه شده، این رائفی پور رفته عربستان. حالا این عربستان یقه اینو گرفته، اجازه نمیده برگرده ایران، میگه تو آدمی بودی به ما بدترین دشنام ها رو اینا رو دادی، این حالا رفته تو سفارت جمهوری اسلامی در عربستان زندگی میکنه و منتظر اینه که یه راهی پیدا کنه که این آزادش کنن بزنه بره ایران، ولی گرفتاره و مسئله داره، دولت عربستان اینو ول نمیکنه. حالا ممکنه این به نظر من یه مشکلی ایجاد بکنه، این رابطه رو به هم بزنه، رابطه عربستان و جمهوری اسلامی رو، همین داستان. نمیدونم شما در این رابطه، استاد شرفشاهی هدیه دیگه که به شما میدم، سر این فرزند یاسر عرفات رو به شما میگم امشب چون فرمودید. اول اینکه این رائفی پور بچه یاسر عرفاته، عرفات اون سالا که اومد ایران سنش هم اینا نگاه کنی دقیقاً با همین میخونه. حالا بگذارید، رائفی پور بچه یاسر عرفات، شبیهش هم هست، بعد این شوخی و جوک نیست. حالا نکته مهم این استاد چرفشه، اولا که این برگشت تهرون ولش کردن، درستانی اصلا دستگیر نشده بود، همینا دروغ و چرت بود، این توی کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی رفته بود قایم شده بود. حالا من اسرار پشت پردرم به شما میگم، اسرار پشت پرده اینه که به هیچ عنوان عربستان سعودی این بازداشت نکرده بود، ولی خود نظام جمهوری اسلامی، چون دیگه دو هفته پیش اینجا بحث کردیم صحبت کردیم، عرایزم رو گفتم بهتون،
با عربستان ساخته و ساختن با عربستان سعودی براش خیلی حیاتی است. یعنی اینا برای گسترش اسلامشون در جهان سه کشور عربستان، ایران، ترکیه متحد شدن. الان یک اختلافاتی دارن همیشه با هم، مثل بنی هاشم و بنی امیه، حتی بین خود بنی هاشم توشون اختلاف بوده، مثل که الان مصطفی تاجزاده چون با سروس کار میکنه با سدلی خامنه‌ای مشکل داره، اینا پسر همه هم مثل موسوی، خود موسوی خامنه‌ای بود با خامنه‌ای اختلافات داشت. اینا اختلافات داخلیه. حالا این سه کشور مقتدر هم که با هم متحد شده اختلافات دارن اون جای خود. رای فیپور رژیم الان میخواد چون یک دست کنه و بعد میخواد ترتیب یک سری کسایی که جفتا که علکی میزنن به خاطر که میخوان فردا خودشون نامزد ریاست جمهوری کنن یا اینکه مشتری بیشتر خر کنن و یا چون این باند بعثی های عراقی هستن که میخوان تشنج زدایی بکنن در ایران، این خود ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی میرن به رائفی پور میگن آقا اینا میخوان بیان تو رو بگیرن، تو فرار کن، برو توی کنسولگری قایم بشو. این فرار میکنه میره خودش تو کنسولگری قایم میشه، بعدم که میبینن هیچ خبر نیست توی هواما میزننش میاد تهران، الان هم ایرانه. یعنی نه همه چرت و پرت بود آقای شرفشاهی، سر مردم بند کردن کی بترسونن. بعد ترسید از تو خود کنسولگری که بود دو سه تا پیام داد، پیامش هم هست، حالا من ارزشش رو نداره که ما اینجا بخوایم این مرلنگ رو پخشش کنیم، سه چهار تا پیام از اونجا داد. وقتی تو هواپیما نشسته بود معلوم بود که چقدر ترتیبش دادن که با چه ترس و دلهوری یکی هم آرتوپورت میکرد علیه عربستان، اصلا خاموش شده بود و داشت میرفت تهران رفت تهران. این حالا یه شرف که این جرشیم الان میخواد یک دست بشه، میخواد یک سری سر بزنه. حالا من تو پرانتز بگم، ببینید یک ویدئوی اخیرا از علی خامنه‌ای که مرده نیست به نظر من، اینا حالا من بعضی وقتا من میگم خامنه‌ای گفت، خامنه‌ای رفت، خامنه‌ای مرده، برای همینه که شاید تا دلتون میخواد تو ایران خود اینای بهش فوش میدن، خارمادرش اول آخرش اینا، مو مرده وجود نداره، روسیه است که ایران میگردینه با همینه که گفتم. اما اگر هم بود باز پخی نبود، یعنی جنایتکار بوده و هست و خواهد بود، بود و نبود شکیست. این میگم برای اون علاقایی که پیمان رهبرشون زنده. استاد چرفه یک ویدئویی از خامنه‌ای منتشر شده مال موقع ریاست جمهوریشه، اونجا قاطع میگه که امام خمینی گجستک پرفند جنایتکار، میگن امام خمینی هم مخالف بود که شما بی حجاب رو بزنید، گریه میکرد میگفت چرا بزنید بی حجاب و چیز میکنید فلان فلان، من با این نظر مخالفم. خود خامنه‌ای میگه فلان و فلان. خب آقا بچه ها الان این گذاشتن تو جیبشون، استاد چرفشایی تا یک چیزی رو میبینن گشت ارشاد بعثی رو میریزن رو سرش، کتکش فیلماش هست الان دیگه اینجا نمیشه پخش کرد، من تو برنامه خودم پنجشنبه پخش میکنم، میریزن تو سر اینا رو لط و پار میکنم میبرنشون پلیس. صحبت خامنه‌ای رو میذارم، میگه آقا این رهبرت نیست، رهبرت گفته که من میتونم روسری نداشته باشم، هر کی مزاحم شد بزنمش. برای اینکه الان گشت ارشاد اگه آوردن تو خیابون، بچه‌ها شما از خود رژیم باید بلد باشین به خود رژیم بزنید، بایستی بلد باشین این دیپلماسی نبرد رو، اینا رو بزنین لط و پار کنین. بعد صحبت خامنه‌ای رو بذارید بگید آقا خود خامنه‌ای داره میگه که حتی خود خمینی هم مخالف بود که شما بیاید مزاحم بچهای ما بشین، و اینا رو بزنن. الان هم دارن این کارو میکنن، الان این فیلم تو جیب بچه هاست، هر پدر سوخته ای که میاد دست یک دختری رو تو پس کوچه میگیره میخواد سوار ماشین کنه، دختر شیر دخترای ایرانی داد فریاد، یوها جمعیت میریزه. چندین مورد هست، فیلماش حتما آقای شهرتی دیده داره، خود شما دارید، که اصلا این ماشینای این پدر سوختهای گشت ارشاد اینا چپه میکنن مردم، جفت لغت میزنن، کتک میزنن، یارو داره فیلم میگیره، یه خانم شجاعی میاد میگه پدر سوخته چرا فیلم بچهای من میگیری، دارن ورزش میکنن، و بعد همون یارو رو لط و پارش میکنن روانه تیمارستان استاد چرفشایی. یعنی مردم سلحشوریان در میدانم دارن با این بعثی ها میجنگن و باید روز به روز همه همدیگر رو یاری برسونن تا فاتح اینا خونده بشه. این رائفی پور هم یه چرت و پرتی بود، خودشون هم آبروشون هم رفت رون قضیه استاد چرفشایی. بعد بسیار ممنون از آقای سیاوش عبستا، مطالبی رو در اینجا مطرح کردن که مستند بوده و این ماندگار میشه و با ارزشه و باید در حال این برنامه ها رو که ما به این شکل داریم پخش میکنیم در سراسر جهان اینا رو ضبط کنین، نگه دارین، در آینده به کارتون میاد برای مراجعه به اون که چه مسائل مستندی رو در این برنامه گفته شده. و سیاوش عبستای عزیز اون رو
مطرح کردن. از شما بسیار سپاسگزارم که در حال هر هفته مطالب جالبی رو در این برنامه بیان میکنیم. دوست عزیز من دکتر قرقزدو بیمارستانه، براش آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنه و در این برنامه باز هم صداشو بشنویم. از اهورامزدا خداوند بزرگ میخوایم که دکتر قرقزدوی عزیزمون و همه بیماران رو تندرستی رو بهشون باز بگردونه و به زودی قفل زندان ها رو ملت سرحشور ایران بشکنن، همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنن. بله، ولی تا این حکومت هست اون زندان ها رو دوست داره. حکومتی که میبینین آقای سیاوش استاد دستور میده زنی رو که روسری نداره میگیرین بدین منیتا رو بشورن، مرد شوری کنن، و واقعا آدم شگفت زده میشه که یک چنین در حال مردمی افرادی در سرزمین کوروش کبیر اومدن در حال حکومت میکنن و اینجور مسائل رو مطرح میکنن که آدم شگفت زده میشه. از شما ممنونم. تا هفته آینده اینا بعثی ها هستن، صدامیان هستن، مردم بدونن اینا ایرانی نیستن، بعثی هستین هستن، کدکشون بزنین، از نقدی گرفته تا لاریجانی ها تا همشون، تا این آتشخاله تو خیام بزنینشون مردم. بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم. درود به شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.